کار. حالا اگر رسیدیم بهش ولی میوزیک اند نیچر رو من بخونم. برامون شنکر از کجا شروع میشه؟ All art with the exception of music rests on association of ideas of great and universal ideas reflected from nature and reality. ببین همه هنرها رو داره میگه به استثنای موسیقی. فعلا اینجا برای اینکه نشون بده چجوری طبیعت داره کار میکنه و الگوهای خودش رو در قالب الگوهای مشابهی که کانت میگه مثلا گستیکولاسیون آرتیکولاسیون مودولاسیون، اینها همه الگوهایی هستن که طبیعت خودش رو تو اونا می‌ریزه برای که هنرهای گستچری یا چیزی نمایشی، هنرهای در واقع زبانی و غیره رو بسازه. خب اما میگه همه هنرها به استثنای موسیقی، میگه ما فعلا موسیقی رو می‌ذاریم در پرانتز، ما هم کاری با موسیقی نداریم. تمام بحث اصلی شینکر نسبتش فرقش با تئوری رامو دقیقاً همین، چون شما رامو رو که باز می‌کنید از همون اول میگه بسم الله الرحمن الرحیم گام. خب گام چیه؟ 1 2 3 4 5 6 7 هر کدوم از اینا نسبت چه با طبیعت دروشن میکنه. اصلا شینکر میگه طبیعت هنوز به شما چه حرفی نزده که شما نسبت شما طبیعت میشه. پس ما فعلا توی این بخش یک موسیقی گذاشتیم کنار، داره در مورد این صحبت میکنه که تمام هنرها بر مبنای پیوندهای ایده ها سوار شدن که این پیوند ایده ها در واقع امور کلی هستن و از طبیعت برمیخیزن. مثلا جلو جلو اگه بخوام متن رو بخونم که دست اون بیاد، مثلا شما میگه که وقتی میگید که بشر به این درک رسید که کلمه رو وزن میکنه، مثلا میگه درخت، وقتی به درخت میرسه در واقع داره از طریق تکرار اجزا یعنی درخت ها به یک مفهوم میرسه، به یک نوشن میرسه که این نوشن تو این ایده توی خودش تمام امکانات یونیورسال درخت رو در واقع ذخیره میکنه، میشه درخت. پس ما میتونیم با گفتن به یک درخت تمام امکانات درخت، این کار زبان. از قضا در مورد رنگ هم این اتفاق میفته، یعنی شینکر کما اینکه مثل کانت اینا فکر میکنن که نقاشی عنصر سازندش اتفاقا رنگه، به این دلیل که قرمز البته با تمام همون حدودی که قرمز داره، یعنی ما هنوز بحثمون سر اینه که قرمز تا کجا قرمز، میدونید که قرمز از کجا، از قرمز یا زرد تا کجا زرد، اما به هر حال اگر قرمز رو به عنوان یک مفهوم کلی در نظر بگیره که اینم مبتنی بر آرتیکولاسیون و زبانه، قرمز در ارتباط مفهومی دیگر جز قرمز یا زرد میتونه تداعی در واقع یک ایده متفاوتی بکنه و این ایده ها با هم پیوند برقرار میکنن، بنابراین یک کلی ساخته میشه. یعنی توی کالر هم همینطوره، توی بورد هم همینطوره، همشون میشن اساسیشن آف آی بیه. میگه که in all cases nature provides the pattern. Art is imitation. Imitation by word or color or form. We immediately know which aspect of nature is indicated by word, which by color and which by sculptured form. همیگرم Only music is different. Intrinsically, there is no unambivalent association of ideas between music and nature. راست هم میگه. اینجا از اینجا نقد رامو رو از اینجا شروع میکنه. که ما هنوز که با چیز هنوز چرا میگه یک صوت واحد. خب تو میگه آ. این آ چه ایده ای دقیقا از جهان؟ چی رو داره ریپرزنت میکنه؟ اتفاقا تمایزی که شینکر داره میذاره به نظر من یک تمایزی که خیلی از فیلسوف‌های برجسته ازش غافل شدن. بخاطر من میگه ما بحث طبقه بندی هنر رو خیلی بحث مهمیه که نشون میده کجاها اینا دارن اشتباه میکنن. حالا اگه امروز بحث نبوغ کانت هم بخونیم اونجا به نظرم داره همین بحث پیش میاد. چون شما وقتی که داری میگی آ یعنی داری یک چیزی رو اکسپرس میکنی، خب و این لزوما یک تصوری از یک چیزی نیست، یعنی به طور خاص این آ چه چیزی رو داره ریپرزنت میکنه، آیا چه ایده‌ای هست، چه چیزی داره ایمیتیت میشه از طبیعت. اینجاست که میگه که تاریخ نقاشی از ابتدای عصر پارینه‌سنگی درازا داره، یعنی من میتونم از اون لحظه سرآغاز یا اوریجین نقاشی رو لحاظ بکنم، چون زمانی که طرف داره میگه چیزی شبیه گاو و بالاخره رو به غار چیز میکشه، اون بیرون رو دیده، بیرون رو در قالب این فرم یونیورسالی
یونیورسالایز کرده، همون رو عیناً پس داده در قالب سکند نیچر روی دیوار کشیده، عین هم بنابراین ایمیتیت کرده و یه یونیورسالیتی بهش داده. اما در مورد صدا لزوماً این نیست، هنوز پس موسیقی براش تو پرانتزه. Only music is different. Intrinsically, there is no ambivalent association of ideas between music and nature. This lack probably provides the only satisfactory explanation for the fact that the music of primitive peoples never developed beyond a certain rudimentary stage. این دلیلی که در واقع تمام موسیقی‌های بدوی و نخستین که موسیقی یونان هم جز بشه با کمال احترام موسیقی تمام اقوام و قوم شناسی و موسیقی شناسی بدارد نشه تمام اقوام دیگه هم شاملش میشن، به همین دلیلی که دائم تولد پیدا میکنه میمیره، تولد پیدا میکنه میمیره. اما شما در مورد نقاشی چطوری که انسانهای اولیه رو شما تاریخ نقاشی میشه از اون سر میتونی وصلش بکنی؟ یعنی این چه اتفاقی که میتونه پیوستار تاریخ ایجاد بکنه در هنر نقاشی، ولی این پیوستار تاریخ در مورد موسیقی هی میمیره. به خاطر اون شما نمیتونید دست پیدا کنی به مثلا دقیق مودهای زمان ساسانیان، به مودهای زمان یونانیان. اینها دائما دیسپیر میشن. توی یک رادینتری استیج، توی پریمیتیو استیج باقی میمونن و تمام میشن. خب تا اینجا این اینه. پس دلیل این که فعلا احتمالا این فقدانه که به ما توضیح میده که موسیقی چرا موسیقی اقوام نخستین از این مرحله نمیتونه فراتر بره و دائما، حالا اینو من اضافه میکنم، این پریمیتیو بودن خودش تکرار میکنه. Against all traditional and historical notions I would go so far as to claim that even Greek music never was real art. حالا شما بگو history of چیز آکسفورد رو میگن چون گریک ما با اینجا شروع کنم. نه خیر، افلاطون موسیقی دانان رو از آرمانشاه بیرون کرده. تو حالا ما هی بخواه بیاد تو آرمانشاه این چیز نداره. ما هنوز نمیتونیم از گریک میوزیک به طبع در واقع ساسانیان میوزیک و غیره به عنوان یک مرحله ای از مرحله تاریخی یاد بکنیم. It can only be ascribed to its very primitive stage of development that Greek music has disappeared without leaving any traces and echoes, while all other branches of Greek art have been preserved as inspiration and paradigm for our own arts. چطوره که آلمانیا خودشونو به در واقع هنر در چیز وارث هنر یونانی در واقع تراژدی نمیدونم فلسفه تو اینا میدونن، به معماریش میدونن، مثلا مغزمون تاب داره که نخواهیم این میراث رو چیز کنیم. برای آلمانی که خیلی مسئله مهمی بوده که خودشو به یه شکلی به یونانی وصل کنه، ولی تو تمام نوشتارهای تئوریتیکال از هاپتمان به بعد ما میبینیم قطع ارتباط با گریک میوزیک گذشته. من اتفاقا اینو گذاشتم مبنای خانشم از افلاطون که چرا افلاطون موسیقی رو بیرون میکنه از آرمانجام و بعد اونجا یک خانش عجیب پیدا کردم از کوادریویو تریویو که اونو میتونه با هم مثلا گپ بزنیم سرش. و به نظر من اصلا نقطه اصلی اینه که بالاخره یه ایکوی بعد از خودش بده دیگه، یه تریسی بعد از خودش بده، ولی نه. It seems that without the aid of association of ideas no human activity can unfold either in comprehension or in creation. اینم که حواستون باشه، اینم نباشه وقت انگلت نیاری که حالا اسوسییشن آیدیا مثلا چی هست که ما بخوایم به خاطر اون نتیجه گیریمون رو تعریف کنیم. اسوسییشن آیدیا اگر نباشه زبان شما وجود نداره. شما بر اساس زبان اسوسییشن آیدیا دارید، زبان می‌درسید، تکلم می‌کنید، همه اون چیزایی که کانت نام برده تحت آرتیکولاسیون و گستیکولاسیون دارید. اون نباشه بلمانته. پس روی اینم که رامویا صحبتی نداریم، بریم سراغ فقره‌ای نداریم.